ترانه به دیدن من بیا یا مهتاب با صدای لیراز چرخی، ترانه ای که هنرمند محبوب زنده یاد هایده خونده بود. لیراز چرخی 42 ساله و متولد اسرائیل است. پدر و مادر او از یهودیان ایرانی هستند که قبل از انقلاب به اسرائیل مهاجرت کردند. لیراز کمی فارسی صحبت می کند و دو فرهنگ بزرگ شده است. سالها می پرسیدم از خود که من ایرانی هستم یا اسرائیلی و از اون وقت به فارسی آواز می خونم و قصه خود را می گویم. لیراز چرخی سالها به زبان عبری و انگلیسی میخوند و کلن در اوایل با فرهنگ و هنر ایرانی زیاد سر و کار نداشت، تا اینکه 14 سال پیش برای معرفی فیلمش به لس آنجلس یا به قول خودش تهرانجلس سفر و انقلابی در درون خود حس کرد. قلبم به تاپ تاپ افتاد. احساس کردم برای اولین بار ایران این کشور زیبا رو در تهرانجلس لمس میکنم. رفتم برای خودم خرید، خوراکی خریدم، آلبوم‌های موسیقی قبل از انقلاب خریدم، مثلا گوگوش که الگوی منه یا هایده و مهستی. I remember this moment of standing in this crossroad. یادم میاد جلوی یه چهارراه ایستاده بودم و احساس کردم یه کودک نوزاد افتاد تو بغلم و گفت برام فارسی بخون. Sing her in Farsi. And I was like, what? منم گفتم چی؟ من برات فارسی بخونم؟ بعد برگشتم اسرائیل و گفتم من میخوام فارسی بخونم. مامان بابام نگاه کردن گفتن لیرا از دیوونه شدی؟ مدیر برنامه هم گفت لیرازی یه موسیقی خاصه با مخاطب ویژه خودش، میخوای موسیقی خاص بخونی؟ گفتم بله میخوام خاص باشم، چون تنها راهیه که بفهمم کی هستم. لیراز چرخی با بازخوانی ترانه‌های قدیمی شروع کرد و 2 سال پیش اولین آلبوم خود را به اسم ناز منتشر کرد. حالا او آلبوم دیگری به اسم زن ضبط کرده است که تا چند روز دیگر منتشر می شود. من به جای زنان ایرانی می خونم که آنها چاره جز سکوت ندارند. و ویژگی این آلبوم هم اینه که این رو با کمک هنرمندان داخل ایران ضبط کردی. کمی از این همکاری برامون بگو. من در طی این یه سال انگار که با دوستان ایرانیم از جهنم عبور کردم. هر وقت که بهش فکر میکنم میخوام گریه کنم. بعضی وقتا فکر میکردم که این آرزو هیچ وقت برآورده نمیشه. یه دقیقه بعد فکر میکردم برآورده میشه. یهو یه روز قرارمون کنسل میشد. استرس زیادی داشتم و شبا چه بیخوابیای زیادی. دلیلش هم مشخصه. ما نمیتونستیم آزادانه در تماس باشیم. بعضی از نوازنده ها خیلی میترسیدن که با من کار کنن. خیلی دوست داشتن که همکاری کنن. ولی بعضی از این پروژه رفتن. بعضی ها گفتن ما در هر صورت باید بریم زندان، مهم نیست. بعضی هم میگفتن من میخوام با این پروژه کار کنم ولی نمیشه اسمی از من بیاری، یه اسم مستعار انتخاب کن. میخوام از درونم این شعر و فریاد بزنم. لیراز یک سال تمام از طریق شبکه‌های مجازی با هنرمندان ایرانی در تماس بود. او در تمام این آلبوم از آهنگسازی و شعر گرفته تا نوازندگی از همکاران داخل ایران استفاده کرده. هر وقت سخت میشد از خودم میپرسیدم لیراز چرا داری این کارو میکنی؟ ولی تنها جوابی که برای اونها و خودم دارم اینه، این تنها راهیه که ما میتونیم در مورد آزادی این دو کشور صحبت کنیم که واقعا همدیگر رو دوست دارن. این تنها راهیه که هنر میتونه پلی برای این دو کشور پیچیده باشه. جدیداً سریال تهران منتشر شده که در آتن فیلم برداری شده و در کنار نوید نگهبان یکی از نقش‌های اصلی رو بازی کردی. فیلم برداری سریال تهران عالی بود. با آنجا خیلی هنرمندان ایرانی را از تمام دنیا شناختم. نقش من راول کادوشه، یه جاسوس موساد که در واقع باید خودش میرفت به تهران ولی یه جاسوس جوان دیگر رو میفرسته تهران. خیلی برام آسون بود که خودم رو در این رول بگنجونم، چون راول کادوش هم متولد ایران بود و در زمان نوجوانی ایران رو ترک کرده و اونم سوالی رو از خودش میکنه که من تمام زندگیم از خودم میپرسم، من یه ایرانی هستم یا یه اسرائیلی؟
Am I Iranian or am I Israeli? از لیراز وقتی که از آرزویش برای آینده پرسیدم چشمانش برق زد. To perform in Iran. که در ایران اجرا داشته باشم. دوست داری برای ما در آخر یه چیزی هم بخونی؟ آره. I'm thinking about a song. بدیدن من بیا مهتاب در اومد. لیراز چرخی، خواننده و بازیگر ایرانی اسرائیلی که برای نزدیک شدن این دو کشور به هم از طریق ارتباطات فرهنگی تلاش می‌کند. بامداد اسماعیلی، کلن. تو سینه من یه بی‌قراره.